انشالله آغاز میکنیم کلاس درس عملیمون رو که در خصوص استفاده عملی از برنامه کهوت برای جذاب کردن، چالشی کردن کلاس آموزشی شما و همچنین برای اینکه شما یک ارزیابی از فراگیرانتون داشته باشید، چه در ابتدای کلاس، چه در میانه کلاس و چه در واقع در انتهای کلاستون. خب ما شروع میکنیم از این که اصلا باید چطور یک اکانت بسازیم در خود برنامه کهوت. اگر شما اینجا در واقع بتونید این صفحه مانیتور بنده رو ببینید، متوجه میشید که اینجا من هنوز لاگین نکردم و اگر اکانت داشته باشم خیلی راحت اینجا میتونم لاگین بکنم و با اکانتم وارد بشم. اگر اکانت نداشته باشم اینجا میتونم گزینه ساین اپ رو بزنم. اینجا گوشه سمت راست بالا خیلی واضح شما میتونید ساین اپ بکنید و وقتی ساین اپ کردید میتونید در واقع احتمال زیاد شما نقش معلم رو خواهید داشت و نقش معلم رو اینجا انتخاب میکنید. بعد از اون به شما میگه که شما برای کجا میخواید این کار رو، آیا برای آموزش عالی میخواید، برای مدرسه میخواید، برای حالا بیزینس میخواید و هر چیزی. اصلا وقتی از این گزینه هم ندارید میتونید یک گزینه دیگه خودتون بسازید. ما حالا برای مثلا هایر ادویکیشن میخوام، حالا شما اگه معلم مدارس هستید برای مدرسه و به هر حال خودتون هر کدوم خواستید انتخاب میکنید. و اینجا کاری که در واقع چیزی که از شما میخوان یک ایمیل هست و یک پسورد. خیلی ساده. حالا اگر اینم حال ندارید انجام بدید براتون سخته، اینجا با در واقع اگر با گوگل مثلا لاگین شده باشید میتونید خیلی راحت این رو بزنید و مستقیم برای شما اکانتتون رو میسازه. و وقتی که اکانت رو ساختن شما میتونید دیگه راحت یک ایمیل دریافت میکنید که اون ایمیل هم در واقع اطلاعات اکانتتون رو به شما خواهد داد. و حالا یه چیزی من قبل از اینکه بریم مرحله بعدی بهتون بگم، اینجا چون هولوش کریسمس هست این بچه ها هم اومدن بیرون، الان من دیدم با ترقه هاشون اگر صدا اومد یا چیزی در واقع صدای این ترقه های بچه ها هست که دارن کریسمس رو جشن میگیرن، پس خیلی نگران نباشید. خب پس این شد نحوه ایجاد اکانت شما. ولی شما خیلی راحت اگر داشته باشید در واقع میتونید اینجا لاگین بکنید. بذارید اینجا هم یه سری اطلاعات هست که شما میتونید استفاده بکنید از اینکه در واقع چه فانکشن های رو به کار ببرید. اینجا مثلا دارید میبینید که بیش از 1 میلیارد پلیرز در حال حاضر از این کهوت استفاده میکنن. شاید بیش از 40% مدارس امریکا از این در واقع برنامه استفاده میکنن. ما توی اروپا من دقیقا یادم حدود 3.5 سال پیش بود که ما شروع کردیم با استفاده از این برنامه کهوت و کلاسمون رو اون زمان 3.5 سال پیش خیلی خب کلاسمون رو جذاب کرد، چالشی کرد، دانشجویان خیلی استقبال میکنن و همین الان هم که هست عزیزانی که کلاس های ما رو شرکت میکنن میدونن که ما این رو استفاده میکنیم. ولی خب استفاده های خیلی بهینه در زمان هایی که مورد نیاز هستش. خب اجازه بدید ببینم که ما حالا فرض کنید که یک اکانت رو داریم و میخواییم واردش بشیم. ببینید حالا یه چیزی هست که میگن این که این مجانی هست، احتمالا سوال بسیاری از شما هم خواهد بود، یا نه این مجانی هست یا خیر. ببینید بله شما میتونید از ورژن مجانیش استفاده کنید مثل بنده. بنده الان هر کاری میکنم با کهوت ورژن مجانی اون رو دارم استفاده میکنم، پول ندادم. بنابراین شما هم میتونید ورژن مجانیش رو استفاده بکنید. ولی اگر میخواید این رو در واقع باز هم به صورت حرفه‌ای استفاده بکنید در کلاس درستون، میتونید با در واقع همکارانتون مچ بشید و اینکه این رو یه خورده فکر کنم حدود 10
دلار در ماه هست بخرید و این رو استفاده بهینه ازش بکنید. مثلا اینکه اگر شما اون پریمیم در واقع ورژنش رو بخرید، شما میتونید انواع و اقسام سوال ها رو استفاده بکنید. حالا من الان بهتون میگم، مثلا اینجا من اگر نگاه بکنید دارید میبینید که مثلا من برای چندین کلاس هم از این کهوت استفاده میکنم. اینا ورژن های مختلف در واقع استفاده بنده است، هر کدوم میخوام هی استفاده میکنم. شما اگه نگاه بکنید، مثلا این رو من 2 سال پیش ساختم، این رو 2 ماه پیش ساختم، این رو 2 سال پیش ساختم. بنابراین شما خیلی راحت میتونید هی استفاده بکنید و ببینید که مثلا کدومش به دردتون میخوره. و اینکه شما وقتی که میخواید مثلا بسازید یک سری لیست کوئسشن ها رو بسازید، اینجا خیلی راحت کلیک میکنید on create new و این برای شما در واقع یک فایل جدید رو باز میکنه که شما میتونید قشنگ بسازید. و بعد به شما میگه که مثلا چی میخواید بسازید. شما مثلا میخواید یک کهوت خودتون رو بسازید، بعضی موقع میتونید از تمپلیت ها استفاده کنید، تمپلیت هایی که موجود برای رشته های مختلف، برای سوال های مختلف. و اینکه حتی مثلا اسپلینگ رو میخواید چک بودین، اینا انواع اقسام اسپلینگ رو داره براتون، هر کدوم رو که خودتون میخواید میتونید استفاده بکنید. حتی مثلا اینکه دیگه نیاز نباشه برید اسلاید هم بسازید، اینجا خود کهوت براتون اسلاید هم خواهد ساخت. ولی میگم با توجه به هدفتون، ببینید برای چی میخواید این کار رو بکنید. و من اینجا مثلا یک چیز جدید رو میخوام بسازم. اینجا وقتی یک فایل جدید رو میخواید بسازید، اول باید یک عنوانی بهش بدید دیگه. مثلا تایتل ما این رو میگیم تست، حالا کهوت، نمیدونم هر چیزی که میخواید، تست مثلا بزنم ایران که مشخص باشه برای ما. اینجا میخواید مثلا یه دیسکریپشن یا توضیحاتی در مورد اون کلاس بدید یا هر چیزی دیگه. بعد اینجا به شما میگه میخواید کجا سیوش کنید، میتونید یک فولدر بسازید توی همین در واقع وبسایت، یا اینکه توی مای کهوت، مثلا من مای کهوت دارم اینجا سیوش میکنم. اینجا شما میتونید یک عکس بدید، عکس رو میتونید از خودش انتخاب بکنید یا میتونید در واقع بیارید از کامپیوترتون. مثلا اینجا از خودش من حالا اگه بخوام استفاده بکنم، اینجا خیلی راحت انواع و اقسام چیزو هم به شما میده. مثلا بذارید من راجبه مثلا جغرافی یه چیز جغرافیایی بیارم اینجا، مثلا این رو من بذارم، ببینید خیلی راحت میاد اینجا. و وقتی تموم شد میتونید در واقع این رو انجام بدید. بذارید در واقع یه عکس دیگه هم از خود کامپیوترمون بیاریم ببینیم که به چه شکلی هست و اینکه آیا این کار میکند اینجا. خب من الان عکس ندارم دیگه، حالا زیاد مهم نیست. بنابراین عکس هم میتونید اینجا بیارید. بذارید ببینم چرا اون عکسی که ما انتخاب کردیم نیومد. خب همین رو فرض کنید ما داشته باشیم. خب ببینید اینجا خودش هم خود به خود سیو میکنه دیگه، نیاز به سیو هم نیست. و این طرز در واقع شروع کاره. و اگر اینجا هر موقع شما دان رو بزنید، اون کار انجام شده. ببینید کیپ از درافت اینجا بهتون میگه که شما مثلا میخواید این رو چه کار بکنید، نگرش دارید یا نگرش ندارید. مثلا اینجا شما میتونید ببینید دیگه این کارهایی که ما کردیم. و اینجا وقتی روش کلیک بکنید دیگه میتونید برید سوالاتتون رو بسازید. ولی فعلا هدف ما فقط توضیح این بود که چطور اکانت بسازید و چطور وارد صفحه بشید. و به خاطر اینکه ممکنه شما سوال داشته باشید، من برمیگردم به سوالات شما. و اینکه اگر سوال دارید لطفاً اینجا دستتون رو بالا ببرید. خب بله، اینجا ما دو تا از عزیزان سوال دارن. بذارید ببینیم. سرکار خانم حبیبی بفرمایید. سلام آقای دکتر، صدای منو دارید؟ سلام، وقت شما خوب. از این آقای دکتر، من همزمان با شما دارم انجام میدم
و قسمت که بعضی قسمت ها نوشته فری و همون ها را میزنم نمیتونم، یعنی الان شماره کارت از من میخواد، یعنی بتونم همزمان ثبت نام و انجام بدم، همه را انجام دادم، ایمیل رو وارد کردم، اما قسمت کمپانی میخواد من آزاد یونیورسیتی بذارم، دانشگاه آزاد تدریس میکنم، و اما قسمت کارت نامبر داره، شماره کارت باید بدم، این سی وی باید بدم، بدم اینا رو یا نه؟ نباید شما بدم این سی وی باید بدم، بدم اینا رو یا نه؟ نباید شما در واقع از شما بخواد. حالا بذارید ببینم که مشکل چی هست اونجا. من همزمان میخواستم چون خودم دانشگاه آزاد تدریس میکنم، میخواستم باید دانشام از این سامانه استفاده کنم و الان میبینم نمیشه. حالا اگه امکان داره یه نگاهی کنید تا ببینید، چون قسمتاش همه 5 دلار، 10 دلار، 20 دلار داره. خب بذارید چک خواهیم کرد. جناب مهری بفرمایید. سلام عرض شد مجدداً. در توضیح این سوال سرکار خان محترم که فرمودن، منم همین مشکل رو داشتم، ولی یه قسمتی داره همون صفحه اول که میاد، منم فکر کردم فقط پولیش رو میشه استفاده کرد، که try basic رو زده، ساین آف میکنید بدون اینکه نیاز به پرداخت پولی باشه و منتقلتون میکنه به یه صفحه‌ای که اونجا فقط ایمیلتون رو میخواد و اسم همون شرکت اگه بخواید، و اونجا کریئیتو که بزنید وارد اون صفحه مجانیتون میشه. درست منم واقعا میگم پولی هست، ولی دیدم نه این قابلیت داره، ولی خیلی مخفیانه گذاشتنی انگار. حالا سوال خودم اگه میکنم مطرح کنم آقای دکتر، یکی این که بگید محدودیت ها چقدر هست اکانت فریش توی تعداد سوال طراحی کردن یا اسلاید درست کردن، و اینکه اگه بخوای آدم یکی رو انتخاب کنه بین منتی میتر و کهوت، با توجه به اینکه ببینم کهوت اکانتش گرونتره نسبت به منتی میتر، اگه بخوای خریداری کنی شما کدوم رو پیشنهاد میکنی؟ ممنون میشم. خب مرسی از اینکه توضیح دادید که در واقع به چه شکلی هست این برنامه در واقع فری این کهوت. ببینید عزیزان، این فری هست، شما بسته به این داره که بخواید چه قابلیت هایش رو استفاده بکنید، که الان من وقتی وارد کار بشم حتما به شما توضیح خواهم داد که چه قابلیت هایش میشه به صورت آزاد و فری ازش استفاده کرد و چه قابلیت هایش رو شما باید حتما پول بپردازید برای اون. بنابراین قطعا این برنامه به صورت فری شما میتونید ازش استفاده بکنید و فقط خورده باید باش کار بکنید. آقای دکتر تشکر از راهنمایی شما، منم انجام دادم، برای منم رایگان شد، دست شما درد. خواهش میکنم. خواهش میکنم. به سوال دوم جناب مهری که میفرمایند کدوم رو ما باید استفاده بکنیم، منتی رو یا کهوت رو، اگر قرار باشه یکیشون رو انتخاب بکنن و اون یکی رو در واقع به صورت حرفه‌ای استفاده بکنن، عزیزان این بسته به هدف شما داره و اینکه خودتون واقعا چی دوست دارید باشه، اینکه خودتون آیا دوست دارید بیشتر در طی فرایند کلاس استفاده بکنید، بیشتر حالت جذابیت به کلاس بدید. اگر نام افراد، به نظر من اگر نام فراگیران و اینکه چه کسی چه مشارکتی کرده برای شما مهم نباشه، قطعا شما میتونید از منتی میتر استفاده کنید به نظر من. ولی اگر براتون مهمه که کی چه مشارکتی کرده، کی چه سوالهایی رو جواب داده، کی چه سوالهایی رو جواب نداده، این رو من توصیه میکنم که از کهوت استفاده کنید. بنابراین بسته به در واقع اون نوع هدفی داره که شما میخواید از اون برنامه استفاده بکنید. جناب رضایی یا سرکار خانم بفرمایید. میکنم صدای بندر دارین های دوشور؟ بله در خدمت دارم. خیلی ممنونم، متشکرم واقعا از محبت تیمی کشین، سپاس گذارم از شما و سایر عزیزان و مسئولین. عذرخواهی میکنم من یه مقدار دیر به کلاس رسیدم حقیقتا های دکتر،
قبلا هم که در کلاس تدریس مشارکتی جناب عالی حضور داشتم در مورد کهوت بسیار آشنا شدم و خودم تا حدودی کارش انجام دادم. فقط این قسمتی که یه کد به ما میداد که با اون کد وارد گیم میشد، اون کد رو من متوجه نشدم که چطور بعد از کهوت به دستش بیاریم. بله خب اجازه بدید اون رو ما بریم جلوتر، حتما توضیح خواهیم داد. شما یه خورده جلو هست. بله متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف میکنید. خب تا اینجای کار اگر سوالی در مورد ایجاد اکانت هست لطفاً بفرمایید که ما اون رو توضیح بدیم، وگرنه ما بریم سراغ این که چطور ما سوالمون رو اصلا بسازیم. آیا سوالی هست در این مورد؟ خب من سوالی رو در واقع از عزیزان دستی رو بالا نمیبینم و این نشون میده که در واقع سوالی نیست. خب برگردیم به در واقع اون صفحه‌ای که ما داریم. ببینید شما این رو ایجاد کردید، اگر میخواید روش دوباره کلیک میکنید برای شما میاد اینجا. خب این دیگه صفحه شما، صفحه در واقع این برای این مثلا درستون ره، برای این تستتون هست، برای این کلاستون هست، هر در واقع عنوانی که دوست دارید میتونید بذارید اینجا. بازم میتونید عنوانش رو تغییر بدید اگه میخواید، در واقع عنوانی که دوست دارید میتونید بذارید اینجا. بازم میتونید عنوانش رو تغییر بدید اگه میخواید، اگر نمیخواید که مثلا فرقی نمیکنه. و برای اینکه سوال بسازید خیلی راحت اینجا شما میتونید سوال بسازید، add question. اینجا وقتی هست شما قطعا خواهید دید که چطور میشه سوال بسازید. اینجاست که تفاوت ها رو عزیزان در خصوص این ورژن مجانی و ورژن پولیش شما میتونید حس بکنید. مثلا برای من خودم اکانت من اکانت مجانیه، اکانت من اکانت معمولیه، به هیچ عنوان من پولی نمیدم. برای این دانشگاه منم نخریده این رو، یعنی منم دارم الان دقیقا کاری که میکنم. وقتی شما این کار رو بکنید، اکانتتون رو بسازید، دقیقا میتونید از این قابلیت هایی که بنده استفاده میکنم شما هم استفاده بکنید. پس ببینید اینجا اگر بخواید کویز انتخاب بکنید، خب اینجا سوالات مثلا 4 جوابی است، اینجا سوالات صحیح و غلط هست، اینجا سوالات باز هست که در واقع شما از عزیزان میپرسید که یه سوالی دارید و اونجا جواب میدن، اینجا پازل هست، اینجا در واقع نظرسنجی هست. ببینید عزیزان این کویز و ترو فالس رو که من خودم چک میکنم قطعا اینها به صورت مجانی هستند، یعنی شما سوالات 4 جوابی و صحیح و غلط رو بدون اینکه بخواید پول بدید، هر چند تا سوال بخواید رو میتونید استفاده بکنید. ولی سوالات باز مثلا اینکه بخواید جواب بدن، مثلا اینجا ورک کلاود هست، این تصویری که من نشون میدم از همه جوابهای فراگیران، و یا برین استورمینگ، اینها در واقع ورژن های پولی این هستن. اگر میخواید از این ورژن ها هم استفاده بکنید قطعا شما میتونید اون رو بخرید و چند تا معلم رو هم دیگه بذارن و خیلی هم ارزون میشه، میتونید اون رو بخرید و استفاده بکنید. فقط تنها چیزی که هست اینه که همزمان در یک ثانیه و یک دقیقه نمیتونید اون رو استفاده بکنید، اون سوال رو، ولی همه معلمان میتونن حتی همزمان هر ثانیه اگر سوال های مختلفی داشته باشن یا تست های مختلفی داشتن استفاده بکنن. بنابراین خیلی به صرفه است که این کار رو بکنید. ولی من چون هدفم این نیست، هدف کلاس من اینه که من در انتها به نحوی این رو یادآوری میکنم، در واقع کل مطالب جلسه رو با حالت سوال یادآوری میکنم، این ایجاد انگیزه میکنه، میخوام در واقع اتنشن و توجه فراگیرانم رو تست بکنم که تا چه حد در طی اون فرایند کلاسی توجه داشتن به اون محتوای کلاس. بنابراین همین سوالهای 4 جوابی و سوالهای صحیح و غلط اون هدفی رو که بنده دارم برآورده میکنه و من دیگه نیاز ندیدم که برم ورژن مثلا پولیشو بخرم که بخوام حالا ورد کلاود استفاده کنم یا سوالات باز استفاده بکنم یا غیره. و به نظر منم شما هم نیاز نیست، ولی اگر میخواید واقعا حرفه‌ای استفاده بکنید، شاید دوست داشته باشید، علاقه مند باشید و میتونید بقیه این چیزها هم استفاده کنید. بنابراین بسته به این داره که شما چی میخواید استفاده
بکنید. وقتی شما روی اون تست نالج رو میزنید، مثلا سوال 4 جوابی اینجا شروع میکنه به شما میگه که شما سوالتون رو بنویسید. بذارید من حالا این فونت رو فارسی بکنم، هرچند کیوردم سخته نمیتونم به فارسی زیاد تایپ بکنم. مثلا اینکه کدوم مهارت زبان شما قوی تر است، مثلا اینجور چیزی میخواید بپرسید. اینجا گزینه ها رو میزنید، مثلا میزنید که نوشتن، نمیدونم گوش کردن، درک، اینا جواب هاست دیگه، درک مطلب. اینجا حالا دیگه چی داریم؟ خواندن فرض کنید باشه. خب اینجا شما میزنید و اگر جواب درست هم توشون باشه، شما حالا این جواب، این سوالی نیست که جواب درست توش باشه، مثلا فرض کنید حالا ما یه چیز دیگه بزنیم، نمیدونم، حالا بعدا درست میکنیم. اینجا برای ما جواب صحیح در واقع ملاک نیست، بنابراین همه رو اینجا ما تیک میزنیم، چون همه جواب ها میتونه درست باشه. و وقتی این کار رو کردی، این دیگه تمومه و شما سوالتون رو پرسیدید و میتونید در واقع برید برای سوال بعدی. حالا ما بریم سوال بعدی. اینجا مثلا سوال دوم هست دیگه، اینجا یه سوال دیگه ما میپرسیم. این که سوال ما مثلا اینه که مثلا مرکز استان مثلا تهران. اینجا مثلا گزینه ها رو میزنید، کرج مثلا، تهران، ری و مثلا کجا، حالا دیگه یادم نیست، این که حالا فرض کنید عراق. خب ببینید اینجا چون جواب درست رو ما داریم، اینجا جواب درست رو اگر میخواید نمره به دانشجوها بدید، نمره به فراگیرانتون بدید، حتما باید اینجا روش کلیک بکنید که جواب درست رو برای شما تشخیص بده حتما. بنابراین اینجا روی این کلیک میکنی و بعد دوباره وقتی که این تموم شد میرید سوال بعدی. دوباره سوال بعدی بهتون میگه چه سوالی میخواید. حالا ما اینجا جواب مثلا سوال درست یا غلط رو استفاده میکنیم. ببینید استفاده میکنیم. ببینید اینجا مثلا این که آیا کرج مرکز تهران هست، یا حالا پایتخت باید بزنیم، ولی من چون پ رو نداره این صفحه کلیدم نمیدونم کجاست، اینجا میدن. خب کرج، این در واقع باید جواب درستش هم بزنه، این جواب درستش غلطه، یعنی اینکه کرج مرکز تهران، پایتخت تهران نیست، مرکز تهران نیست، بنابراین جواب رو اینجا شما کلیک میکنید. دوباره میخواید سوال بعدی رو بسازید، همینجوری هی ادامه میدید تا زمانی که سوالاتون تکمیل شد. حالا ببین اینجا کجا اومده اینجا. خب اینجا چی بزنیم؟ مثلا اینکه کدوم تصویر مربوط به نوشتن است، مثلا اینجا داریم می نویسیم. بعد اینجا کاری که می کنید اینه که یا کدوم، حالا بذارید اینجا، کدوم تصویر مربوط به نوشتن است. حالا اینجا بذارید من اینجا باز بکنم. خب لیسنینگ اینجا خب غلطه، بذارید من اینو به فارسی. بعد اینجا مثلا چند تا تصویر دارید میتونید بیارید، فرق نمی کنه، حالا هر تصویری که دوست داشتید شما میتونید داشته باشید در کامپیوترتون. من حالا اینجا چند تا تصویر رو فقط میزنم اونجا که به عنوان مثال داشته باشیم. خب
اینم بذارید. خب ببینید عزیزان، اینجا وقتی شما مثلا تصاویر رو فرض کنید از قبل آماده کردید، من حالا آماده نکرده بودم، اینجا دیگه به جای اینکه جواب رو بزنید عکس زنید، عکس تصاویر رو میذارید. یعنی شما میتونید این تصویرم مجانیه، یعنی اینکه شما به عنوان جواب ها بیاید از تصاویر استفاده بکنید این مجانیه. حتی سوال هم میتونید به صورت تصویر بپرسید. حالا یه زمانی هست شما سوالتون به صورت تصویری، اون رو میتونید در واقع از ورژن همین مجانیش استفاده بکنید. خیلی راحت، فقط شما کاری که میکنید این رو میایید آپلود میکنید و اینجا گزینه تصویر رو میزنید به جای اینکه جواب رو بنویسید خودتون. بنابراین سعی بکنید که حتما از انواع اقسام در واقع سوال ها استفاده بکنید که یه خورده جذابیت کارتون هم بالاتر بره انشالله. خب مثلا حالا تصویر مربوط به نوشتن، حالا این فکر میکنم این درسته دیگه، این رو میزنید و میرید سوال بعدی. همینجوری هم میرید سوال بعدی تا هر چند تا سوال که خواستید میتونید استفاده بکنید. پس بنابراین اینم شد سوال سازی و اینکه شما چطور میتونید سوال رو بسازید. و وقتی هم در واقع تموم شد اینجا سیوش میکنید با زدن گزینه دان و خود به خود این سیو میشه و اینجا در واقع هست. ببینید این در واقع به بقیه سوالات کهوت بنده اضافه شد. بنابراین ما 4 تا سوال ساختیم، اینجا مشخصه که چند تا سوال هست و خیلی راحت میتونید این رو هم ببینید. و این ورژن مجانی است کاملا و شما میتونید از ورژن مجانی اون استفاده بکنید. خب ما برمیگردیم به این که عزیزان ببینم آیا سوالی دارن که بخوان بپرسند یا خیر. خب سرکار خانم رضایی بفرما. سلام مجدد از خواهی بکنم، آیا توی این سوالات کارگزینه که تصویر میخواییم استفاده کنیم این امکان وجود داره که در فرض من دو تا گزینه ها تصویر باشه، دو تا دیگه نوشته باشه و بتونیم تایپ کنیم؟ قطعا بله بله، سوال خوبیه. این که در واقع شما میخواید یه سوالی رو بسازید که حالا بذارید من این رو مثلا ادیت بکنم، شما میخواید یک سوالی رو بسازید که دو تا از جوابا تصویر باشه. دوباره اینجا مثلا چی مینویسید؟ همون سوالتون رو مینویسید، هر سوالی هست، این که مثلا کدوم تصویر یا حالا کدوم گزینه مربوط به نوشتن هست. و بعد اینجا مثلا جوابشو میخوای بیارید، دو تاشو تصویر میارید. فکر میکنم بشه، من این رو امتحان نکردم ولی الان برای خودمون داریم تست میکنیم دیگه. و اینجا مثلا معلمان، آره میشه، پس اینم فهمیدیم که میشه. آی دکتر بعد عزیز بفرمان. خسته نمیشین، قربان شما، سلامت بشید. خواهی میکنم آی دکتر، اگه ما بخوایم حیطه های یعنی سطوح در واقع تجزیه و تحلیل و تدریب رو تو حیطه های شناختی بلوم در قالب یه دونه تست بیاریم، یه سوال 4 گزینه‌ای که نمیشه، به قول شما باید سوالات سوال باز باشه. در این حالت اگه ما یه دونه تصویر بدیم یا دو تا تصویر بدیم بعد از دانش آموزان یا دانشجویان بخوایم که اینو تفسیر کنن، آیا همچین امکانی وجود داره؟ خب کجا این رو در واقع تفسیر بکنن؟ شما که نمیتونید ببینید. نه من میخوام ایمیل بدیم، بگیم حداقل تفسیر اینو ایمیلی بفرستن.
خب اون رو در واقع اون دیگه نیازی به این برنامه کاهوت نداره، شما میتونید تصویر هم بذارید روی صفحه اسکرینتون و ازشون بخواید که در واقع جواب رو به شما بدن اگر شما بخواید ما مثلا 10 تا سوال داریم، میخوایم بلاش از هیته های از سطوح مختلف هیته های در واقع شناختی باشه، به خاطر اینکه تنوع سوالات رعایت بشه. یه دونه رو حالت تفسیری بیاریم عرض کردم. متشکرم از زحماتتون. این سوال خوبیه عزیزان، فقط اینو دقت داشته باشید که هدف از این برنامه کهوت این نیست که ما بیایم واقعا حالا تست بکنیم دانش افراد رو بخوایم، این هدف دیگه داره. هدفش اینه که جذاب بکنه کلاس رو، چالشی بکنه کلاس. هدف اینه که بفهمه که فراگیران تا چه حد توجه کردن به کلاس و تا چه حد در واقع به محتوای اون کلاسی که ارائه شده توجه کافی رو داشتن. ولی باز هم میشه که از این برای اون در واقع اهداف دیگه مثل اهداف آزمون و غیره هم استفاده کرد. ولی در اون شرایط خب شما وقتی میخواید هیته های بالای سطوح در واقع شناختی رو بسنجید، مثل حالا تجزیه و تحلیل و مثل ایجاد و ساخت و اینجور چیزا، اون نیاز به تفسیر داره، اون نیاز به تحلیل داره، اون نیاز به سوالات باز داره که اون سوالات باز هم امکان پذیره، نه اینکه امکان پذیر نیست. با کهوت امکان پذیر هست، ولی شما باید در واقع زحمت بکشید و اون در واقع برنامه رو ورژن پولیش رو بخرید که بتونن در واقع اینجا راحت تایپ بکنن. مثلا اینجا تایپ انسر رو میتونن بزنن و اینجا دیگه میتونن جواب رو به صورت باز به شما ارائه بدن، منتها اون مجانی نیست. بنابراین شما باید بدونید که هدفتون چی هست و بر مبنای اون هدفتون که این که چه سوالی رو بپرسید میدونید استفاده کنید. ولی اونم یک روشیه که جناب دکتر فرمودن، حالا شما 10 تا سوال دارید، 2 تاش اینجوری سوال بازه و حالا تصویر میدید و میگید که تفسیر بکنن و به ایمیلتون بفرستن یا هر جای دیگه آپلود بکنن، اونم امکانش هست. ولی خب میگم اهداف خیلی فرق میکنه. سلام پسرم هست؟ بله بفرمایید. ببخشید من یه سوالی داشتم، من الان سوالا رو همزمان با شما وارد کردم و نمیدونم که الان این ادامهش خواهید گفت یا نه، یا من متوجه نشدم که کجا این من میتونم سوالا رو مجدد بررسی بکنم، زمانش رو من چقدر قرار بدم و کجا قرار بدم، و دانشجوی من از کجا میتونن این برنامه رو ببینن، آیا با همون کهوت باید وارد بشن اونها یا نه؟ میکنم حتما این رو توضیح خواهم داد در ادامه کار. منتها شما سوالی که میسازید اینجا خیلی راحت، هر سوالی در واقع شما هر تستی که بسازید، یک تست مثلا ممکنه از 10 تا سوال تشکیل شده باشه، این شما این رو به عنوان یک تست تلقی بکنید که 4 تا سوال هست مثلا، خیلی راحت اینجا شما میتونید ادیت کنید، گزینه ادیت رو بزنید و سوالاتتون رو ویرایش بکنید. ببینید سمت چپ تمام، بذارید من این رو درست بکنم ببینم که به چه شکل. ببینید این تصویر سمت چپ به شما در واقع اجازه میده که سوال ها رو نگاه بکنید و این که میخواید ویرایش بکنید خیلی راحته. اصلا ببینید اینا خود به خود ذخیره میشن، شما کاری نیاز نیست انجام بدید. مثلا اینجا میخواید سوال، این سوال اوله، عوضش بکنی خیلی راحت اینجا مثلا میزنید نمیدونم حالا پای تخت میخواید ویرایش بکنید، خیلی راحت میزنید مثلا دوباره میخواید برگردید عوض بکنید، هیچ کاری نداره. یا گزینه ها رو میخواید عوض بکنید هیچ فرقی نمیکنه، گزینه ها رو میخواید عوض بکنید هیچ فرقی نمیکنه، اینجا خیلی راحت میتونید مثلا بزنید به جای کرج مثلا بزنید اهواز، فرقی نمیکنه، خیلی راحت کار با این. حتی فرمول های ریاضی هم اینجا شما میتونید پیدا بکنید که خیلی راحت میتونید استفاده بکنید. و آها سوال خوبی که پرسیدن این که جوابش تا چه حد در واقع فراگیران وقت داشته باشن که جواب بدن، برای هر سوال ممکنه متفاوت باشه. مثلا برای این سوال شما میتونید 20 ثانیه بدید، ببین از 5 ثانیه داره تا 240 ثانیه،
شما باید ببینید که اون سوال در واقع چه بار شناختی رو ایجاد میکنه. بر مبنای اون بار شناختی شما میتونید ثانیه ها رو تنظیم بکنید. ولی معمولا برای سوال های چهار جوابی یا سوال های صحیح و غلط چیزی بین 20 تا 30 ثانیه. حالا بار اول خب ممکنه سوال اول رو شما بدید مثلا 90 ثانیه برای اینکه فراگیران بفهمند که به چه شکلیه، و سوال دوم رو مثلا بکنید 15 ثانیه 20 ثانیه، حالا اینجا 20 رو داره یا 30 ثانیه، بسته به این داره که شما خودتون فکر میکنید برای جواب دادن به اون سوال چقدر وقت نیاز هست، و وقتی که این کار رو انجام بدید دیگه اون زمان هم در واقع تلقی خواهد شد. و یه چیزی دیگه هم که هست اینه که ببینید اینجا پوینت ها هست، شما میتونید اون امتیازاتشون رو از مثلا اینجا من 1000 گذاشتم، میتونید 1000 رو مثلا بکنید 2000، یا میتونید بکنید مثلا یک سوالی اصلا امتیاز نداشته باشه. ببینید بعضی سوال ها رو شما نمیخواید امتیاز داشته باشه، اینجا میزنید 0، یعنی چه درست جواب بدن چه غلط جواب بدن فرقی نمیکنه، اینجا دیگه بهشون امتیاز تعلق نمیگیره. ولی اینجا مثلا من گذاشتم 1000 امتیاز برای هر سوال، برای این سوال. برای سوال بعدی شما میتونید بکنید مثلا اینجا که هست اگر نگاه بکنید، برای این سوال من مثلا میکنم 0 امتیاز، تموم شد. یا مثلا سوالهای بعدی و بعدی و بعدی. بنابراین حتما شما خودتون باید توجه بکنید که چه هدفی رو دارید و چقدر زمان میخواید بدید به فراگیران برای هر سوال، بسته به در واقع سختی یا آسونی اون سوال و بار شناختی که ایجاد میکنه. پس این هم شد از این. و اینکه حالا فراگیران چی میبینن و چه شماره و چه کدی و اینا رو در ادامه ما صحبت خواهیم کرد. فعلا در مورد اینکه سوال بسازیم آیا صحبتی هست؟ آی دکتر یه سوال داشتم خدمتتون. بله بفرمایید. عذرخواهی میکنم، میشه کارکرد کاهوت رو طوری تغییر داد که ازش استفاده و نظرسنجی کرد یا برای در واقع سوالات طیف لیکرت رو باش پاسخ داد؟ میشه؟ بله میشه، ولی ورژن پولیش، یعنی خروجی اکسل به ما میده که مثلا حالت تجزیه و تحلیل تو SPSS باز بشه انجام داد؟ بله خروجی به شما میده که اینو حالا خروجی شو انشالله آخرم ما تست خواهیم کرد و هم دیگه. خیلی متشکرم از زحمات. خواهش میکنم. سرکار خانم رضایی. بله متشکرم آقای دکتر. یه سوال داشتم خدمتتون، آیا امکان وجود داره که دانشجوهای ما به شکل گروهی پاسخ تستا رو بزنن؟ مثلا یک سوال رو طرح می‌کنیم چهار گزینه‌ای، یک گروه 5 نفره پاسخ رو برامون ارسال کنن. خب این سوال بسیار بسیار خوبیه و من در کلاس‌های درس خودم اکثراً به صورت گروهی استفاده میکنم. چطور به صورت گروهی استفاده میکنم؟ یعنی اینکه اعضا در واقع 4 نفر یا 3 نفر یا 5 نفر بسته به اون هدف کار گروهیم داره، میان کنار هم میشینن در حالت فیزیکی، کنار هم میشینن و اونجا دیگه یک موبایل استفاده میکنن به جایی که مثلا 4 تا موبایل استفاده بکنن، یک موبایل استفاده میکنن و اونجا اسم تیمشون رو وارد میکنن به جای اسم شخص، و بعد از اینکه اسم تیم رو وارد کردن اسم اشخاص هم وارد میکنن. یعنی شما میتونید رو تنظیم بکنید که حالا انشالله اون مرحله بعد بهتون خواهم گفت که به چه شکلیه. در از این امکان از این امکان وجود نداره که اتاقهای مجازی نخیر در محیط های آنلاین این امکان در واقع امکان گروهی این کار یه خورده سخت میشه، چرا که باید از یک در واقع برنامه دیگه هم استفاده بکنم، مثلا واتساپ. من میتونم 4 تا از دانشجویان رو کنار هم قرار بدم که مثلا بگم خب این 4 تا با هم، منتها هماهنگی اینها یه خورده سخت میشه. بنابراین برای محیط های آنلاین، برای تدریس در محیط های آنلاین، من میگم که شما حتما از در واقع ورژن فردیش استفاده بکنید، کار فردی استفاده کنید. ولی در محیط های فیزیکی، در کلاس درس های فیس تو فیس،
شما خیلی راحت میتونید از کار چیز گروهی، ورژن گروهی این استفاده کنید و بسیار جذاب میکنه کلاسو. بسیار، من میگم الان من 3.5 سال هست من این برنامه رو استفاده میکنم در کلاسم، واقعا کلاس رو خیلی جذاب میکنه. بعد شما کل اون پاورپوینت رو در واقع میندازی روی کلاس، جواب ها مشخصه کی درست جواب داده، چه گروهی درست جواب دادن، یک در واقع انگیزه خاصی رو توی فراگیران ایجاد میکنه. اگر این عزیزان سوال ندارن دستشون رو لطفاً بیارن پایین. من شرمنده هستم. برای سوالات آیا میتونیم یک موسیقی بارگذاری که سوال پخش بشه موسیقی هم پخش بشه؟ آیا امکان وجود داره؟ بله قطعا این امکان هست و این رو باز هم نشون خواهم داد در انتها. سپاسگزارم، متشکرم. می‌کنم. خب سرکار خانم و جناب ارسنجانی سوالشون رو پرسیدن؟ آقای دکتر سلام علیکم. سلام، وقت شما بخیر. بله بنده رو داریم. بله بله در خدمت. وقت شما بخیر. انشالله که در مسیری که گام برمیداریم موفق باشیم و ممنون از وقتی که میذاریم برای آموزش و توسعه هموطنان. عرضم خدمت شما که حالا دوستان بیشتر در خصوص بحث سوال و اینا پرسیدن. من میخوام بگم که مدلی که حالا ما چون تو آموزش سازمانی بیشتر استفاده میکنیم، حالا نرم افزارهای مختلف استفاده میکنیم مثل ادوبی اسکایروم و اینا، بخو خوبی که حالا شما میفهمید آقا این نرم افزار داره همینطور هستش که سوالات مطرح میشه همزمان و میشه به صورت در واقع گروپ دیسکشن کار رو انجام داد که از فاکتورهای مهم در واقع یادگیری آموزش سازمانی هست. سوال بنده دقیقا این است که مدل فری همین کهود چند نفر مفرگیر میتونیم تعریف کنیم؟ یعنی محدودیتی داره یا نه تو تعریف کردن تعداد فراگیران و اینکه چقدر زمان در یک روز میتونیم استفاده بکنیم؟ 2 ساعت، 4 ساعت یا تو چه بازه‌های زمانی؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون از در واقع توضیحاتتون و سوال خیلی خوبی که فرمودید. اولا که اصلا محدودیت نداره، شما 24 ساعته استفاده بکن، شما هر زمانی که خواستی این رو استفاده بکنید. ورژن مجانی و فری این جوری که نوشته توی وبسایتش تا سقف همزمان تا سقف 50 نفر رو اجازه میده، یعنی 50 تا دانشجو 50 تا فراگیر همزمان میتونن به اون در واقع وصل بشن. منتها حقیقتا من این رو تست کردم، 100 نفرم شده انجام دادم، 120 نفرم داشتم در کلاسام که همزمان لاگین شدن. حالا اون رو میدونن معمولا تعداد نفرات هم مشکلی نداره، ولی قطعا شما تا سقف 50 نفر رو به راحتی میتونید استفاده بکنید. ولی من خودم تا سقف 120 نفرم تست کردم، ورژن خودم هم ورژن مجانیه و اینکه مشکلی پیش نیومد. بعد این کاملا قابل ضبط هست دیگه، درسته؟ یعنی کلاس رو میشه کامل ضبط کرد؟ کلاس رو میتونید، بله شما میتونید ضبط کنید و اون جوابهایی هم که میدن، همه چیزی که در واقع در این برنامه اتفاق میفته همه اونها هم به صورت فایل و به صورت در واقع یک شکل خوب به شما نشون داده خواهد شد که در انتها با هم دیگه چک میکنیم این قضیه رو. روز از شما پاینده باشید. قربان شما، ممنونم. جناب مهری بفرمایید و بعد ما بریم سراغ سوال بعدی. ببخشید دوباره من سوال میپرسم. من الان تو اد کوئسشن که میزنم تو ورژن فریش فکر میکنم فقط کویز و ترو فالس رو میتونیم استفاده کنیم، درسته؟ بقیه بله بله این رو گفتم خدمتون که در ورژن فری ما فقط ترو اور فالس و اینکه خود کوید یا چهار جوابی رو ما میتونیم استفاده بکنیم. آه یعنی شما هم خودتون استفاده میکنید چون فهمیدین که فریش رو استفاده میکنید فقط از همین دو تا قابلیتش استفاده میکنید؟ من میگم این بسته به هدف شما داره. من چون هدفم با این دو تا برآورده میشه دیگه نیاز ندیدم که بخرم این رو. درسته که حتی اصلا بخوام بخرم هم خود دانشگاه پول رو میده، من نمیدم، ولی چون نیاز ندارم واقعا این کار رو نمیکنم. بسته به اون هدفی داره که شما میخواید و همین اگر هدفتون در واقع جذاب کردن کلاس درس، چالشی کردن کلاس درس و سنجش تمرکز و توجه افراد هست، همین سوال ها کافیه.
این رو من در ابتدا هم خدمتتون عرض کردم. کنت درسته، ممنونم، متشکرم. خب خانم علی آبادی بفرمایید. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره سعادت دارم تو کلاس شما و وبینار شما حضور دارم. آقای دکتر، من فکر می‌کنم سوال رو البته شاید پرسیده باشن دوستان، این محیط کهوت امکان در واقع پر ورک یا تیم ورک رو از طرف بچه‌ها نداره، درست میگم؟ یعنی فقط یه طرفه میتونه باشه، از طرف در واقع اینستراکتور به سمت لرنر، درست میگم؟ درست متوجه شدم؟ سلام، وقت شما بخیر. من سوال شما رو خیلی خوب متوجه نشدم، این که منظورتون چی از طرف دانشجو به آدوبی؟ توی آدوبی کانکت به عنوان مثال که مثلا ما کلاسامون برگزار میشه، ما مثلا یه سری اتاقای تشکیل میتونیم بدیم، استارت بریک اوت بزنیم، بچه ها خودکار سیستم بچه ها رو گروه بندی میکنه، میتونن با همدیگه در واقع پر ورک داشته باشن یا اصلا تیم ورک چند نفری باشن. بعد مثلا میتونیم به اتاقا هی سرکشی بکنیم و مثلا فعالیتاشون رو ببینیم، ایوالویت بکنیم و اینا. ولی ما تو کهوت همچین امکانی رو نداریم که این اتاقایی داشته باشیم که بتونیم بچه ها رو با چند چیز بکنن، گروه بندی بکنه و اونا فعالیت انجام بدن و ما بتونیم اونا رو در واقع مانیتور بکنیم. نه، هدف این برنامه کهوت این نیست. متوجه شدم سوالتون. نه خیر، این امکان وجود نداره. ببینید، اونا در واقع شما باید از سامانه‌های ارتباطی برای اون کار استفاده میکنید. مثلا همین الان من با این مایکروسافت تیمز میتونم اینجا شما رو مثلا خیلی راحت به گروه تبدیل بکنم و بعد دوباره بیارم اینجا، فرقی نمی کنه. مثلا هر چند تا گروه بخوام میتونم این کار انجام بدم. این هدف در واقع این یک پلتفرم ارتباطی هست. این پلتفرم کهوت یک برنامه در واقع آموزشی جذاب و چالشی هست. بله، ممنونم آقای دکتر. خواهش میکنم. خب اگر سوالی نیست ما بریم و یه خورده جلوتر و ببینیم اصلا چطور میشه. وقتی شما سوالها رو ساختید و میخواید اون رو پخش بکنید، در واقع به چه شکلی انجام خواهد شد؟ خب ببینید، اینجا شما فرض بکنید که مثلا ما همین یه محیط دیگه، مثلا اینجا توی اون کلاس قبلیمون، ما برای کارگاه قبلیمون مثلا من این رو استفاده میکنم. گفتم اگر میخواید ادیت بکنید سوال ها رو، اینجا میتونید ادیت بکنید. اگر میخواید پلی بکنید، اینجا میتونید خیلی راحت گزینه پلی رو بزنید. وقتی پلی میکنید مثلا میگه میخواید برای خودتون، ببینید دوتا گزینه خیلی مهمه ها، یکی این که برای کلاس هایی که خودتون میخواید کنترل بکنید، بعضی مواقع شما میخواید اصلا وقت بدید به فراگیران هر موقع خودشون دوست داشتن جواب بدن و اینا، شما گزینه دوم رو انتخاب میکنید. ولی ما چون کلاس های همزمان ازش استفاده میکنیم، این گزینه اول رو میزنیم اینجا. و وقتی این گزینه رو زدیم، اینجا چند تا گزینه خوب داره. ببین اینجاست جواب سوال شما. چون ورژن من مجانیه، میگه که تا سقف 50 تا پلیر میتونن باشن، ولی این خیلی استریکت نیست. من تا سقف 120 تا پلیر هم استفاده کردم با همین ورژن مجانی. بنابراین این شما رو نترسونه، این 50 نفر. شما تا هر سقفی فکر میکنم بخواید میتونید به صورت مجانی استفاده بکنید. ببین، اولین چیزی که به شما میگه اینه که میگه آیا میخواید به صورت فردی مسابقه، به صورت فردی در مقابل فرد باشه یا به صورت تیمی باشه. گفتم که اگر به صورت تیمی شما بخواید این کار رو انجام بدید، بهتره که در خود محیط کلاس باشه، یعنی کلاس درس. شما میرید به صورت فیزیکی اونجا، افراد 4 نفر دور هم جمع میشن، 3 نفر دور هم جمع میشن و یک موبایل رو استفاده میکنن و به صورت فردی ازش، به صورت گروهی استفاده میکنن. ولی در محیط های آنلاین یه خورده سخته هماهنگی این 4 نفر، چون 4 جای مختلف هستن و این یه خورده سخت، همزمان هم شما میخواید جواب ها رو داشته باشید. بنابراین بهتره که از ورژن
مجانیش استفاده بکنید، از ورژن در واقع انفرادیش استفاده بکنید. بنابراین من کلاسیک رو انتخاب خواهم کرد در انتها. بعد اینجا گزینه‌های خیلی خوبی داره که مثلا به شما میگه آیا میخواید مثلا پرسونالایزد باشه یا نباشه، آیا میخواید مثلا بعضی موقع شما نمیخواید اسم افراد باشه. خب این خیلی مهمه، دقت بکنید، شما نمیخواید اسم افراد، اسم فراگیران باشه، چرا که مثلا ممکنه یه حالت سرخوردگی به وجود بیاد بین اون افرادی که خیلی مثلا خوب عمل نکردن تو این سوالات. اینجا خیلی راحت میتونید در واقع به جای اسم اصلی از نیک نیم ها یا اسمای در واقع لقب های فیک استفاده بکنید. اینجا گزینه رو میزنید و شما میتونید این کار رو بکنید. پس اگر خواستید که نیک نیم باشه نه نام اصلی افراد، نام اصلی فراگیران، میتونید این گزینه رو کلیک بکنید. اینجا ببین سوالی که پرسیده شد در خصوص این که آیا موزیک میتونید داشته باشید؟ بله میتونید داشته باشید و حتی مثلا الان در چیز کریسمس ما اینجا موزیک کریسمس رو خود به خود آورده. میتونید اینجا در واقع موزیک‌های مختلف رو بیارید و حتی میتونید تست بکنید که مثلا چجوری باشه. بعد مثلا یکیشون رو انتخاب میکنید و میتونید به عنوان موزیک استفاده کنید و بعداً هم میتونید قطعش بکنید اگر نخواستید اون موزیک رو در حین انجام کار. بعد اینکه یه زمانی هست شما همینجوری سوالا رو ساختید، میخواید این سوالا قاطی بشه، رندوم، مثلا سوال اول بره سوال هفتم، سوال هفتم بیاد سوال پنجم، به صورت رندوم بیاره، نه اینکه مثلا سوالات چیز. اینجا میتونید گزینه رو مثلا بزنید اگر خواستید رندوم بکنه ترتیب سوال‌های شما رو. یه زمانی هست شما مثلا وقتی سوال‌ها رو ساختی تمام گزینه‌های یک رو دادی جواب درست. خب برای این که در واقع خب فراگیر حدس می‌زنه دیگه تمام گزینه‌های یک درسته دیگه، برای این که این در واقع مشکل پیش نیاد شما میتونید جواب‌ها هم به صورت رندوم تغییر بدید خود به خود. مثلا جواب درست که همیشه سوال گزینه اول بود، مثلا یه بار میاد گزینه چهارم، یه بار میاد گزینه سوم، یه بار میاد گزینه دوم. بنابراین اگر خواستید جواب‌ها به صورت رندوم گزینه‌ها عوض بشن، اینجا این رو میتونید کلیک بکنید. بعد از اون دیگه مثلا خیلی میتونید در واقع مقدمه‌ای که قبلا ساختید رو کمتر نشون بدید اگر خواستید. اینجا ببینید میتونید دو مرحله‌ای بکنید فرایند این که در واقع افراد که دانشجویان که میخوان وارد بشن، یعنی اینکه دو تا سوال ازشون میپرسی که مطمئن بشید که اون فرد همون فرده با همون در واقع مشخصات و غیره، و اینکه خود به خود میتونید در واقع کاری بکنید به صورت اتوماتیک سوال ها جلو بره، یا اینکه خودتون بر مبنای نظر خودتون این کار رو بکنید، یا بعضی موقع مثلا ممکنه به صورت به خاطر اینکه اینترنت ما خیلی قوی نیست افراد ممکنه خارج بشن از محیط، و برای اینکه وارد بشن دیگه هی هر سری شما ازشون نمیپرسید که پین رو وارد بکنید. خب خود به خود دیگه بار اول که وارد شدن بارهای بعدی هم میتونن خیلی راحت وارد بشن. بنابراین این هم میشه در واقع تیک بزنید اگر میخواید این کار انجام بشه. ببینید اینجا همه در واقع همه کارها انجام شده برای اینکه شما اون کارتون رو به صورت پرسونالایز و اون هدفی که دارید اجرا بکنید، و خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید و حتی مثلا گیم آپشنایی که وجود داره ایناست. پس ما این رو به صورت فردی الان اجرا میکنیم. ببینید شما وقتی این کار رو کردید سوال خیلی از شما ببینید الان این موزیک کریسمس بود دیگه، وقتی شما این کار رو میکنید ما این رو میتونیم قطع بکنیم خیلی راحت، این موزیک کنیم خیلی راحت این موزیک رو اگر دوست نداریم، یا میتونیم تغییرش بدیم اگر خواستیم تغییر بدیم. ببینید عزیزان چیزی که مهمه اینجا اینه که شما خودتون به عنوان معلم باید برید توی محیط kahoot.com kahoot.com، ولی وقتی میخواید برنامه رو اجرا بکنید به دانشجوها میگید که برن توی محیط kahoot.it. الان این رو من بذارید توی محیط چت هم بذارم که شما برید. ببین مثلا من به دانشجوها میگم که برن توی kahoot.it، تنها کاری که من به دانشجوها میگم اینه که این کار رو انجام بدن، برن توی محیط kahoot.
آی تی ببینم اینجا عزیزان گذاشتن در واقع این رو، یا من بعد خودم بذارم اینجا. بنابراین حتما شما این کار رو انجام بدید. یه خوردید لپتاپ من انقدر روشن بوده با تأخیر عمل میکنه. بله اونجا kahoot.it میتونید بزنید، حالا دوستان گذاشتن اینجا، همتون برید بزنید تا ببینید که به چه شکلی خودتون وارد میشید. kahoot.it عزیزان همه برید توی این محیط kahoot.it. عزیزان توی در واقع محیط چت هم گذاشتن این برنامه رو، این وبسایت رو، برید اونجا و این کد رو وارد بکنید. این کد هم بذارید در واقع ما بذاریم اونجا، یا عزیزان میتونن بذارن اونجا، فرقی نمیکنه. بله کد هم اینجا گذاشتن. بنابراین همه برید توی این سایت لطفاً، همه برید توی این سایت و این کد رو بزنید، kahoot.it، و کد رو بزنید که ببینم چی میشه. ممکنه اگر شما حالا ممکنه بنابر اون اینترنتتون فیلتر شکن نیاز داشته باشید یا نداشته باشید، معمولا نیاز نداره، ولی باز هم خودتون الان دیدید دارید وارد میشید. خب پس کاری که شما کردید چی بود؟ این بود که فقط به دانشجواتون، به فراگیرانتون گفتید که برن توی این سایت، حتی اون سایت هم برایشون ما کپی کردیم توی محیط چت، و این کد رو وارد کنن. تنها کاری که میکنن همینه دیگه، هیچ کار خاصی انجام نمیدن. و وقتی که در واقع اینجا این کار رو کردید، حالا ما 33 نفر مثلا داریم که وارد شدن، بذارید ببینم که همه وارد بشن. ببین عزیزان ما الان این رو به صورت فردی استفاده کردیم و به خاطر همین بود که یک جا از شما فقط اسم خواست، اسم خودتون رو خواست. ولی اگر به صورت گروهی بخواید این کار رو انجام بدید، شما به دانشجویان میگین 4 تا مثلا فردی که توی یک گروه هستن یه اسم تیم انتخاب بکنن، بعد از اینکه اسم تیمشون رو انتخاب کردن، برای اینکه وارد بشن توی این محیط، یه جا دیگه ازشون میخواد که اسم افرادی که توی اون گروه هم هستن بنویسن. بنابراین میشه 2 مرحله، یک بار اسم تیم رو ازشون میخوان وقتی کار گروهیه، یک بار اسم افراد رو میخوان که مشخص بشه که در واقع چه افرادی توی اون تیم هستن، چون که جواباشون به هر حال مهم هست. بنابراین عزیزان اینجا هم میتونید فول اسکرین بکنید، ببینید اینجا میتونید فول اسکرین بکنید و دیگه فقط همین مشخص باشه و کافی باشه. الان ما مثلا 45 تا 46 تا اینجا هست، 47 تا، حالا عزیزانی هم که بعدن بیان دوباره میتونن وارد بشن اگر خواستن، 48 تا مثلا. بذارید پس من خودم هم برم وارد بشم و خانومم هم وارد بشه که ببینم که میشه بیشتر از 50 تا داشته باشیم یا نه. اگر عزیزان با یه موبایل دیگه هم، یه لپتاپ دیگه هم وارد بشن که ما بتونیم ببینیم که آیا با بیشتر از 50 تا اکانت هم میشه یا خیر. آها ببینید عزیزان پرسیدن که در واقع اون چیز چطور این کد رو ساختید. من کاری نکردم، وقتی گزینه پلی رو زدم کد خود به خود ساخته میشه به عنوان معلم. 902.26 معلم 902.26 پس 102 از کجا زدید؟ جانم ببخشید پلی رو من تو همون صفحه سوال میدم، میخوام پلی رو از کجا زدید؟ چون شما قبلا داشتید فکر کنم مستقیم رفتید. من تو صفحه سوال هستم، از تو صفحه سوال بفرمایید من کجا برم. تو صفحه سوال ببینید یه گزینه هست اونجا. آها ببینید عزیزان اینجا فعلا پس ما شدیم 52 نفر، یعنی مشکلی نداره، شما میتونید هر تعدادی که خواستید رو استفاده بکنید. ببینید میگن که در واقع کجا رو زدید. ما الان چون اینجا هستیم اگه بیایم بیرون همه افراد میان بیرون،
بنابراین اجازه بدید آخرش دوباره من نشونتون بدم. اونجا یه گزینه باید داشته باشه که شما پلی میکنید، بنابراین حتما اون رو میتونید بزنید و استفاده بکنید، ولی اگر نتونستید اجازه بدید من آخرش باز هم به شما نشون خواهم داد که به چه شکلی. پس خواهیم کنم. بله بفرمایید. فکر میکنم دوستان اگر که مای کهبوت رو لیستشون هست، همون لیست رو که ملاحظه کنن، یه قسمت پلی و ادیت داره که سبزنگه. پلی که کلیک بشه بعد تو این قسمت آزمون میام که تیپ و کلاسیک رو انتخاب میکنم و در نهایت به این قسمت کد گذاری میام. داون هست. برای شما مشخص نشد جناب؟ نه معلوم نیست. اما سبزنگ آخر من نشونتون میدم. پس داون داره. استاد ببخشین، شبتون بخیر. شب بخیر، بفرمایید. بچه ها حتما باید اپلیکیشن نصب کنن یا با گوشی از تو اپ سایت هم میتونن برن؟ الان شما مگر اپلیکیشن نصب کردید؟ من با لپتاپ چون بودم گوشی دورو برم نیست پرسیدم. خب نه، خب منم خواستم جواب بدم که ببینم شما چه کار کردید. نه خیر، شما نیازی ندارید، هر چه با گوشی چه با لپتاپ اگر این کار رو انجام بدید با سایت اصلا مشکلی نداره، نیاز به اپلیکیشن نیست. ولی اگر مثلا یک اون برای مثلا کلاس های دبستان یا کلاس های مثلا چیز هست که یک معلم داره، اون معلم یک بار مثلا اپلیکیشن رو برای اونها نصب میکنه و دیگه برای کل سال ازش مثلا استفاده میکنه، ولی نیاز نداره. شما میتونید هم اپلیکیشن استفاده بکنید هم به صورت خود در واقع وبسایت و هر دوتای اون هیچ گونه مشکلی نخواهند داشت. خیلی ممنون. خواهش. پس عزیزان اینم شد و شما اینجا مثلا بعدن میتونید مثلا تعداد کلاس شما 25 نفر هست، شما 25 نفر هست، اینجا تعداد نوشته شده، میتونید چک بکنید که آیا 25 نفر هست، مثلا ازشون میخواید که اسم و فامیل کاملشون رو بنویسن یا اسم کوچکشون رو بنویسن. برای خودتون اگر میخواید مثلا کامل مطمئن بشید که همه هستن، همه میان و غیرش، به هر حال چک هایی هست که شما خودتون میتونید انجام بدید. و وقتی همه رو در اینجا دیدید و اینجا مشاهده کردید همه رو، گزینه استارت رو بزنید. وقتی استارت رو بزنید بازی شروع خواهد شد. و حالا مثلا اینجا باز هم ببینید الان 30 ثانیه، مثلا من سوال اول رو گذاشتم 30 ثانیه، چه ضرب المثلی مثلا معلم در اون کارگاه قبلی، حالا نه این کارگاه، استفاده کرد. شما اینم به صورت فارسی هم میتونید استفاده کنید، ها من به صورت انگلیسی چون کارگاه همه انگلیسی هستن استفاده کردم. خب جواب بدید، چرا همه 11 تا جواب داریم؟ همه جواب بدید. 12 ثانیه، ببینید اینجا این هم نشون داده خواهد شد به شما که چند ثانیه باقی مونده و الان مثلا خیلی جواب ندادن. پس عزیزان اینجا چون جواب درست هم ما قبلا انتخاب کرده بودیم که اینه، اینجا نشون میده که 16 تا جواب درست داریم. ولی چیزی که مهمه عزیزان اینجا اینه که شما این سوالا رو که میپرسید، مثلا من اینو آخر کلاسم میپرسم، یه خورده روش بازم رفلکشن انجام میدم. مثلا اگر جوابهای غلط خیلی باشن باید بفهمم که چرا جواب غلط بوده. این نشون میده به من که من خوب اون موضوع رو تدریس نکردم در اون کلاس، که خوب اون موضوع رو در واقع با هم دیگه تمرین نکردیم در اون کلاس، به خاطر همونه که مشکل داره. بنابراین باید اگر دیدید که جوابهای غلط خیلی زیاده، باید اونجا حتما اون موضوع رو دوباره باز بکنید. پس اینا همه در واقع نشانگرهایی هستند برای معلم که اهداف خودش رو، اهداف آموزشیش رو تنظیم بکنه، تعدیل بکنه، و اینه که ما باید درست از این استفاده بکنیم و صرفا جهت آموزش استفاده بکنیم، نه اینکه فقط ما جذاب بکنیم کلاس درسمون رو. ما باید این رو در واقع به صورت آموزش هم استفاده بکنیم. و وقتی که همه جواب دادن شما میتونید برید گزینه بعدی که اینجا مثلا افراد نشون داده میشه، بعد میخواد یک قرده مثلا انگیزش بدید، اسم افراد رو میارید، میتونید اسم اشخاصی رو که مثلا بالاترین امتیاز رو گرفتن بیارید، مثلا جناب اسخری، خانم نرگس، خانم پریا، در واقع علی آقا و سما خانم، اینا فعلا 5 نفر برتر در واقع
این سوالم. بعد دوباره میری سوال بعدی و بعدی و بعدی تا انتها که مشخص بشه. خب خانم شما یک سوالی داشتید، حالا نمیدونم اسمت شما هم چی بود، من در خدمتون هست. خانم هاشمی بفرمایید. سلام استاد، وقتتون بخیر. استاد موقعی که میخواستیم جواب سوالا رو بدیم واسه ما نیومده بود که اون گزینه‌ای که شما داشتین واسه ما نیومده بود. ببینید این خیلی مهمه، من چون این رو در سر کلاس هم استفاده میکنم، سر کلاس فیزیکیم، کلاس فیس تو فیس هم استفاده میکنم، این خب پروژکتور که همه دیگه داریم، این رو میندازم روی صفحه کلاسم، یعنی همه هم سوالا رو هم جوابا رو میبینن. این در سر کلاس. در محیط های آنلاین مثل الان شما باید از دانشجوهاتون بخواید که صفحه تصویر شما رو ببینم، الان این سوال بعدی، صفحه تصویر شما رو ببینن، خب از طریق این هم سوال رو ببینن هم جواب رو ببینن، و فقط کاری که میکنن با موبایلشون یا یه صفحه دیگه فقط اون رو کلیک بکنن، یعنی همه چیز رو باید از صفحه تصویر شما ببینن. عزیزان متوجه شدید سرکار خانم؟ بله استاد، مرسی، متشکرم. آقای دکتر اجازه هست یه سوال بپرسم؟ بله بفرمایید. این فرمایش شما معنیش اینه که دو تا پیج همزمان دانشجو باید باز داشته باشه، یه دونه مال صفحه کلاس، یه دونه هم کاهوت آی تی درسته؟ خب برای این باید بین اینا سویچ بکنه، چون باید بین اینا سویچ بکنه یه ذره کار رو سخت نمی کنه. همینه که من میگم عزیزان، اینا شما باید آموزش بدید قطعا. اگر از یک لپتاپ استفاده بکنن چون که باید سویچ بکنه، بله یه در واقع یه گزینه تب دیگه اینجا مگه نیست؟ بذارید من اینجا بیارم این رو، اینجا اینه، سواله رو میبینه اینجا سریع، این اینجا هست، اینجا کلیک میکنه، این کار سختی نیست. خب آخه اگه با موبایل وصل شده باشم چطور؟ اونجا مقدار موبایل هم عزیزان، موبایل هم کار سختی نیست، شما وقتی اون گزینه پایین دو تا تب رو انتخاب بکنید خیلی ساده است. منتها برای اینکه کار حرفه‌ای باشه، من همیشه به دانشجو میگم شما لپتاپ جلوتون هست، اگر در محیط آنلاین باشه، خب لپتاپ به جلوتون هست، یه موبایل هم داشته باشید که با موبایل جواب بدید. با لپتاپ در واقع اصلا آموزش با موبایل هم واقعا زیاد صحیح نیست به نظر من، شما نمیتونید تصویرتون رو به صورت کامل به اشتراک بگذارید، و اون حالا جای دیگه باید بحث بشه نه اینجا. منتها این میشه هم با لپتاپ در واقع از دو تا تب استفاده کنید، هم با یه لپتاپ و یک موبایل استفاده بکنید، هم از یک موبایل تنها استفاده کنید. منتها کسی که از این دوتاش استفاده میکنه احاطه بیشتری داره به کار، یعنی دیگه نیاز نیست این تب رو عوض بکنه. سپاسگزارم. خواهش. 12 یه 4 یه 12 تقسیم بر 20 اونجا. سوال دارید عزیزان؟ های دکتر صدا منو دارید؟ بله بفرمایید. من الان توضیح شما رو من شنیدم، ولی برای لپتاپ بنده اصلا اون صفحه سوال نمیاد، من فقط از موبایل میبینم جواب رو در اون لپتاپ میدم، در صورتی که باید اون لپتاپ بنده هم سوال واضح باشه هم جواب واضح باشه. آیا ایراد از کامپیوتره یا این برنامه است؟ شما این وبینار رو با چی دنبال میکنید؟ با لپتاپ یا با موبایل؟ جلسه رو دارم با گوشی دنبال میکنم، متا کهوت رو کامرو و آی آر رو در لپتاپ. خود قانونن باید برعکس بکنید این کار رو، یعنی شما باید معمولا وبینار رو با لپتاپ ببینید، کارهای جانبی رو با موبایل انجام بدید. خب به خاطر همینه شما در یک شما تنها سوال و جواب ها رو در صفحه‌ای که بنده به اشتراک گذاشتم خواهید دید. درست. چون من نتونستم وصل بشم، جابجا کردم. خب میگم به هر حال این قانون هست، شما سوال ها و جواب ها رو در صفحه‌ای که بنده به اشتراک گذاشتم میبینید، بقیه اگر میخواید جواب بدید دیگه باید برید
در واقع محیط دیگه. جناب مهری بفرمان. ببخشید من فکر میکنم تو این مورد خب منتیمتر بهتر عمل میکنه، چون که ما یه منتی داریم که کد وارد میکنیم میریم اونجا و کامل سوالها رو میبینیم، حالا جواب میدیم یا بالاخره اون کویزی که هست رو انجام میدیم و دیگه نیازی به تب کردن وجود نداره. غیر از اینه؟ بله توی منتی شما گزینه ها هم میبینید. خب میگم ولی اون هدفش یه چیز دیگه است. بازم حالا من نمیخوام برگردم به این که کدوم رو در واقع شما میتونید استفاده بکنید، هدف اون یه چیز دیگه است. ولی اینجا اطلاعاتی که به شما بعدن میده این کهوت خیلی بیشتر از اطلاعاتیه که منتی به شما میده به نسبت این که اگر شما مثلا فرد براتون مهمه توی کلاستون، اگر این مهمه که چه کسی چه کار کرده، کهوت خب امتیازات بیشتری داره. همون چون من میخوام همش دنبال اینم که هی بین این دوتا تمایز ایجاد کنم ببینم کدوم برتره، هی دنبال ادوانتیج دیس ادوانتیج میگردم، به خاطر همین هی دارم مقایسه میکنم. خب آره میدونم که شما در واقع where do you come from، but مهم اینه که در واقع هر کدومشو در جای خودش استفاده کنید. مثلا اون کارگاه بنده اگر شما فکر نمیکنم شرکت کرده باشید، ببینید یه قسمتایی هست من از منتی استفاده میکنم، یه قسمتایی هست من از کهود استفاده میکنم، یه قسمتایی هست از یک پلتفرم دیگه استفاده میکنم. بنابراین هر چیزی رو شما باید بر مبنای اون در واقع هدفی که مد نظرتون هست استفاده بکنید. باشه ممنون متشکرم. خواهش میکنم. سرکار خانم رضایی. بله متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. صدای بنده؟ بله بله در خدمتیم. متشکرم. اصلا که من فکر میکنم این اساسه به عبارتی میشه گفت برای انگلیسی خیلی خیلی اهمیت داره، چون اون طراحی و گرافیکی که ازش استفاده شده خیلی جالبه برای بچه ها و دانشجوها، خیلی جالب تر در واقع منتیه. فقط همین که نمیشه سوال و پاسخ رو آن واحد دانشجو نگاه کنه و انتخاب، این یک ایرادی هستی که درش وجود داره، ولی اگر به جا ازش استفاده کنیم فکر می‌کنم کمک خیلی بزرگی مخصوصا برای کلاس‌های مجازیمون باشه. درست. خب ببینید این ایراد که هست، ببینید اگر در واقع خیلی افراد گنده‌ای پشت این برنامه هستن، افرادی که واقعا همه چیز رو در نظر میگیرن، شما الان این ایراد رو گفتید ولی قطعا یک هدفی پشت این هست که چرا این به این شکل است که شما فقط روی صفحه در واقع سوالها رو میبینه و جوابها رو و بعد در واقع خودت در یک محیط دیگه جواب رو بدید. این حتما یه چیزای پشتش هست که ما نمیتونیم. در ضمن توجه داشته باشید که این در ابتدا برای محیطهای فیس تو فیس ساخته شد، یعنی من 3.5 سال این رو شروع کردم در کلاس‌های درسم، حالا ببینم کی اومده من نمیدونم، ولی من 3.5 سال از این محیط استفاده می‌کردم در کلاس درسم و تصویر رو در واقع همه چیز رو می‌انداختم روی در واقع پروژکتور و همه چیز رو دانشجو می‌دید در کلاس درس و فقط یک موبایلی بود که از موبایلش استفاده می‌کرد و جواب رو می‌داد. ولی منتی تازه ساخته، تازه نه ها، به نسبت کهوت دارم میگم، جدیدتره و قطعا برای در واقع محیط‌های آنلاین ساخته شد، یعنی یه خورده اون چیز ابتدایی اینها هم با همدیگه، انگیزه ابتدایی ساخت اینها هم با همدیگه فرق میکرد و شاید جواب در اونجا نهفته شده باشه. خب سوال دیگه عزیزان؟ جناب ایمان خان سوال داشتن. آقای دکتر یه سوال خدمتتون دارم، صدای منو دارید؟ بله بفرمایید. چون شما فرمودین که افراد میتونن با نیک نیم وارد بشن و الان هم همین کار رو کردید و بعد از اون طرف گفتین که ما میتونیم گزارشات دقیق داشته باشیم. اگر با شرایط نیک نیم بیان باز هم میتونیم بفهمیم که مثلا کدوم یک از فراگیران، باز هم میتونیم بفهمیم که مثلا کدوم یک از فراگیران این پاسخ رو داده یا عمل کرده چطوری بوده؟ یعنی میخوام بگم امکان شناساییش برای استاد هست یا نه؟ دیگه وقتی نیک نیم رو انتخاب میکنیم دیگه نمیتونیم این گزارش رو داشته باشیم.
بله مرسی، سوال بسیار خوبیه. بله در اون شرایط شما نمیتونید دیگه اونقدر بفهمید که نیکنیم، مثلا یک کسی جواب داده من علی هستم، خب نیکنیمش علیه، شما نمیتونید بفهمید که کی بوده دیگه، مگر اینکه از ابتدا در واقع نیکنیم ها رو به افراد بدید و فقط برای خودتون مشخص باشه. یعنی شما به مثلا به صمد مسعودی بگید شما نیکنیمت مثلا حسنه، مثلا دارم میگم، خب اون موقع شما میتونید دوباره برگردی به اون شخص و ببینید چیه. ببین زمانی شما از نیکنیم معمولا استفاده میکنید که نمیخوان فراگیران سرخورده بشن اگر مثلا نفر آخر بشن، خب و برای اینکه مثلا، ولی بازم برات مهمه که کی نفر آخر میشه، خب بخاطر همین شما یه لیستی از نیکنیم ها رو درست میکنی بر مبنای لیست اون فراگیرانتون و تنها و شخصی به اون شخص میگید که شما نیکنیمتون اینه. میتونیم مثلا ازشون بخوایم بر اساس شماره کد ملیشون وارد بشن. آفرین، خیلی راحت، آفرین، خیلی ممنونم. آره خواهش میکنم. یا شماره دانشجویی میگن. خب یه سوال دیگه میگن در منتی میتر باید همزمان آنلاین باشیم. ببین هم منتی میتر هم کهوت رو میشه هم آنلاین و هم چی بهش میگن، هم برخط و هم اون یکی چیه، آفلاین، هم آنلاین و هم آفلاین استفاده بکنید. یعنی اونجا هم یه گزینه داشت که ما میتونستیم انتخاب بکنیم که این در واقع همزمان باشه یا نباشه. بنابراین هر دوتای اونها رو میشه به صورت آنلاین آفلاین استفاده بکنید. خب در منتی چند اسلاید در نسخه فری میتونیم درست بکنیم؟ این کارگاه کهوت هست ولی دالا این فری میتونیم درست بکنیم؟ این کارگاه کهوت هست ولی دالا این که منتی یه خورده باش میاد به خاطر مقایسه هست که شما انجام میدید و منم درک میکنم. من فکر میکنم هر پریزنتیشن شما 3 تا سوال میتونید داشته باشید در منتی، هر پریزنتیشن، ولی میتونید در واقع چند تا پریزنتیشن داشته باشید و یا دو تا سوال، درسته؟ هر پریزنتیشن دو تا سوال و یکی نمیدونم چی بود، 3 تا بود و اینکه میتونید چند تا اکانت داشته باشید. من تا میگم اگر بخواید به صورت حرفه‌ای استفاده بکنید باید چند تا معلم با انگیزه کنار هم باشند و در واقع اون رو بخرند. چیز خاصی هم نیست دیگه، نفر 1 دلار در ماه چیز خاص نیست اگر 5-6 تا معلم با هم دیگه باشید. پس اینم از این. و اجازه بدید من یک در واقع چیزی هم به شما بگم که یک خروجی، چه خروجی به شما میده، این شاید برای شما مهم باشه. جناب در واقع فردی که سوال پرسیدن اینکه بازی چطور ران میشه و پلی چطور انجام میشه، ببین اینا لیست در واقع اون تست هایی که بنده دارم، هر کدومو بخوام ران بکنم اینجا گزینه پلی هست، روی گزینه پلی کلیک میکنم و بازی میره به سمت صفحه که من میتونم رانش بکنم، یا اینجا ادیتش میکنم، اینجا میخوام پلی بکنم. ببین دوباره اینجا به من میگه که این جواب سوال قبلی شما بود که آیا میخواید در واقع به صورت آفلاین استفاده بشه، میتونید این گزینه رو بزنید. وقتی پلی میکنم من خب این گزینه رو انتخاب میکنم و این گزینه رو که انتخاب کردم، ببینید این میگه الان در واقع این در حالت لود شدنه. خب و دوباره همین سوال ها رو شما میتونید اینو یه خورده شخصی تر بکنید، چی میخواید چی نمیخواید، و بعد از اینکه این کار رو انجام دادید دیگه روی کلاسیک میزنید و بازی شروع میشه. پس اینم شد اینکه چطور ما ران بکنیم اگر هنوز پیدا نکردید. توی مای کهوت تمام سوالاتتون رو میتونید ببینید و بعد اونی که میخواید رو ران میکنید. و اینم از این. و اینکه چه خروجی به شما میده، بذارید بدید ببینم من میتونم این رو بیارم. آها، بعضی موقع شما مثلا یه چیز رو میسازید و برای یک کلاس میخواید برای کلاس بعدم همون در واقع داشته باشید، اینجا میتونید دقیقا همون سوالایی مثلا این 16 تا سوال ساختید اینجا داپلیکیتش بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک ست دیگه ازش بسازید. ببینید اومد اینجا
داپلیکیت. بعد تازه اینجا میتونید دوباره برید توش اسمشو عوض بکنید یا هر کاری میخواید، یا مثلا ادیت بکنید این سوالاتشو، یا هر چیزی که میخواید در واقع انجام بدید. ببینید اینجا خیلی راحت میتونید اسمشو مثلا گذاشته بود داپلیکیت، اینجا میتونید عوض بکنید، دوباره عکسشو عوض بکنید. یعنی خیلی راحت میتونید یک بار که ساختید سوالاتتون رو برای در واقع بقیه سوال ها کارتون خیلی راحت تر میشه. حالا من این رو دلیت بکنم که نیاد توی صفحه اصلیم. پس اینم شد از این مورد. اجازه بدید ببینم که ما چطور جواب ها رو میتونستیم ببینیم. آقای دکتر سوال بپرسم. بله بفرمایید. اون قسمتی که همین قسمتی که الان زدید گزینه شیر داره، اون شیر برای چیه؟ اجازه بدید تست بکنیم. خب هر ببینید راه‌های مختلفی وجود داره برای اینکه کارتون رو انجام شیر برای اینکه مثلا آها شما یک سوال ساختید، میخواید این سوال رو بدید به یه معلم دیگه، این ست سوال رو بدید یه معلم دیگه، اونجا میتونید در واقع به خاطر همین میگم چند تا معلم اگر باشن علاقه‌مند میتونن مثلا هر کدومشون بشن مسئول ساختن یه ست سوال و اینجا خیلی راحت میتونن با هم دیگه در واقع شیر بکنن. مثلا مال من اکانتم فرق میکنه، من الان یکی دارم ولی میتونم در واقع با بقیه معلمانم که میدونم، فقط چیزی که نیازه اینه که آیدیشون رو بدونم چیه یا ایمیلشون رو بدونم چیه و بر اساس اون میتونم شیر بکنم این ست سوالم رو. پس این هم شد از اون بابت، درسته؟ خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خواهش میکنم. پس بذارید ما ببینم که واقعا این رو چطوری ما میتونیم آقای دکتر عذرخواهی میکنیم، وقت شما بخیر. خواهش میکنم بفرمایید. جسارتن مقدوره، میدونم بی ربطم هست ولی یه جلسه یه نشستی برای کار کردن با مایکروسافت تیمز هم میتونیم برامون بذاریم اگه مقدور باشه براتون. آخه چیز ندارد برای شما، مگر چیزی دارد استفاده میکنید مایکروسافت تیمز؟ بله برای برگزاری وبینارها بیشتر مد نظرم. خب برای شما مجانی نیست، شما باید اکانت داشته باشید مایکروسافت تیمز. در واقع هم من فکر کردم ایمیلی که داشته باشیم کافیه. نه خیر، مایکروسافت تیمز یک در واقع پلتفرم ارتباطی بسیار قوی است که توی دنیا داره استفاده میشه و مجانی نیست متاسفانه. بسیار متشکرم، لطف. خواهش میکنم. خب بذارید ما فقط ببینیم که این در واقع جواب ها رو، من چون این صفحش رو عوض کردم یه خورده سخت میشه که در واقع به ما بگه چی به چیه. دلیت، پرینت، پریویو، رینیم، داپلیکیت. یکی از عزیزان میگه که من اکانت برای مایکروسافت ساختم. فکر میکنم بله میتونید بسازید، ولی اینکه جلسه برگزار بکنید، آیا قادر هستید جلسه برگزار بکنید، این مهمه. آها ببینید اینجا شما میتونید ریپورت رو بزنید و آها ببینید. پس عزیزان چی شد اینجا؟ وقتی میخواید شما جواب ها رو بگیرید، اینکه چی شده، روی اون تستی که میخواید کلیک میکنید، مثلا من اینجا کلیک میکنم و اینجا روی اینجا که کلیک بکنم اینجا یه سری آپشن ها به من میده. اینجا ریپورت رو که بزنم به من اون ریپورت در واقع اون جلسه رو میده. مثلا هر جلسه من این مثلا این تست ها رو استفاده کردم در مثلا 15 تا حالا نمیدونم کارگاهی که برگزار کردم، برای هر کارگاه جداگانه به من میده. مثلا تو این کارگاه 73 نفر آنلاین بودن. ببینید عزیزان وقتی میگم محدودیت نداره اینها، من تو این کارگاه مثلا 103 نفر جواب دادن، خب تو این کارگاه 84 نفر
تو این کارگاه 43، تو این کارگاه 151 نفر، یعنی ما 151 نفر هم داشتیم عزیزان که با اکانت مجانی ما تونستیم استفاده بکنیم. بنابراین شما اگر میخواید که دقیقا بدونید چی به چیه، روی اون کارگاهی که میخواید، روی اون کلاسی که میخواید کلیک میکنید و در واقع اطلاعات بسیار جالبی رو به شما خواهد داد. مثلا این که 73 تا پلیر بودن، 73 تا پلیر بودن، 16 تا سوال بوده، زمان صرف شده روی اون 12 دقیقه بوده. خب این نشون میده که هر 73 نفر در واقع هیچ کدوم نبودن که تمامی سوالات رو درست جواب بدن. ببینید حالا کلن یه سری اطلاعات کاملی به شما خواهد داد. مثلا اسامی افراد رو اینجا شما هست، مثلا جناب مؤمنی که الان هم هستن اینجا بودن، 13% جواب درست دارید. آره 14. آها این مال همینه فکر میکنم که در واقع ما هنوز خیلی کارا رو انجام ندادیم. ببین اینجا مثلا اونایی که نیاز به کمک دارند هستن، چه سوالاتی رو جواب ندادن. حالا بذارید ما بریم یه سوال، یه در واقع تست دیگه، چون این هنوز ران نشده کامل. ببخشید آقای دکتر، بله من یه چیزی میتونم بپرسم. این امکان اینو داره که مثلا رنگ بگیره بین مثلا 10 تا آزمون، بیاد ببینیم مثلا یه فرد یا افراد مختلف میانگین توی 10 تا آزمون مثلا چه امتیازایی کسب کردن؟ ببینید اینجا به صورت شخصی شما میتونید این فایل رو مثلا وارد اکسل بکنید و به شما ترند رو نشون خواهد داد، ولی این که خودش مثلا بیاد این کار رو انجام بده، چون این برای کلاس‌های متفاوت استفاده میشه، خودش این کار رو نمی کنه. ولی شما وقتی این رو وارد میکنید به محیط در واقع اکسل یا نمیدونم چیز، اون موقع میتونید ترند سازی بکنید و این که ببینید به چه شکلی بوده. ببین مثلا اینجا 51 بودن، ببین اینجا رنگ افراد رو نشون میده خیلی راحت. شما مثلا میخواد ببینید کی اول شده، یک رنگشون رو اینجا نشون میده، اسمشون هم که اینجا هست. خب مثلا اینکه چند تا سوال رو جواب ندادن اینجا هست، اینکه نتیجه نهاییشون چند بوده بر اساس اون امتیازها اینجا هست، اینکه مثلا چند درصد سوالات رو جواب درست داده اینجا 88% مثلا. ببینید این دوتا درسته، 88% سوالات رو جواب درست دادن، ولی رنگشون به خاطر سرعت زمانشونه که عوض، که اینجا در واقع فرق میکنه. حتی ببینید اینجا خیلی مهمه، اینو دقت کنید عزیزان، یه نکته خیلی خوب اینجا ما دیدیم. ببینید این حسن اینجا که دارید میبینید 88% سوالها رو درست جواب داده، در صورتی که چی؟ رضا 81% سوالها رو جواب داده، ولی رنگش بالاتر از حسنه. چرا؟ چون ایشون سوالها رو سریعتر جواب داده. یعنی حتی میتونید این کار هم شما تست بکنید، این خیلی فاکتور مهمیه دیگه برای شما. در زمان بیشتر حسن قطعا مثلا نمره بهتری خواهد گرفت، ولی در زمان کمتر رضا با اینکه یک سوال و احتمالاً کمتر نسبت به حسن جواب داده، ولی باز هم رتبهش سومه و حسن چهارمه. حالا این امتیازها رو به شما میده. ببین از مثلا میگه 22 نفر نیاز به کمک دارن، این یه خورده ارزیابی چیزشه، حدود مثلا 43 نفر تمام سوالات رو جواب ندادن. بعد روی هر کدوم که کلیک بکنی، مثلا روی احسان بذارید ما کلیک بکنیم، باز هم تمام سوالات، این که کدوم رو درست زده کدوم رو غلط زده، ببینید اصلا یک لرنینگ انالیتیک خاص خودش رو داره این محیط، و واقعا خیلی محیطی که اطلاعات بسیار کاملی از روند بهبود و یا پسرفت یک دانشجو، یک دانش آموز در کلاس رو به ما خواهد داد. بنابراین حتما اینجا شما میتونید دقت بکنید، مثلا برای تمام سوالاش حتی میتونید چک بکنید، اینکه چند تا سوال رو جواب داده، چرا، چقدر طول کشیده برای هر سوال. ببینید اینجا مثلا خیلی واقعا امتیازات و اطلاعات بسیار خوبی رو به یک معلم میده که در چه کار بکنه. بنابراین اینم یک نوع خروجی در واقع از شرایط هست و از عملکرد دانشجوها در این کار. و حتی میتونی اینجا مثلا
بخوای از کهوت که به شما فیدبک بده اون ورژن پولیشه دیگه، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. بنابراین این در واقع خلاصه از کار هاست. حالا ببینم که آیا سوالی هست در خصوص این در واقع خروجی ها یا خیر. خانم حبیبی بفرمایید. آقای دکتر من سوال میکنم. من قسمت که سوالا رو طراحی کردم، پلیو زدم، بعد کلاسیکم زدم، در انتها خب اون کدرم به من داد. آیا باید به اون 50 نفر به بالا برسه که اون من استارتو بزنم؟ چون استارت غیر فعاله، من نمیتونم استارتو بزنم، یعنی استارت اصلا روش کلیک میکنی فعال نمیشه. و کسی اصلا وارد شده وارد محیطت؟ خب من خودم مثلا خودم دوباره یک سرتب جدید ایجاد کردم، دوباره خودم وارد شدم، حتی یه نفرم وارد شد، اون منوی استارتو میزدم غیر فعال بود. اینو من میخواستم بدونم حتی حتما باید 50 نفر به بالا باشه یا نه؟ نه خیر، 3 نفر 2 نفرم باشه اون وارد میشه، 1 نفر 2 نفرم باشه اون وارد میشه، مشکلی نداره. پس محدودیتی نداره؟ نه خیر. تا سقف 50 نفر گفته، ولی شما دیدید که حتی من سقف 150 نفرم استفاده کردم و مشکلی پیش نیومد، ولی 2 نفر به بالا باشه مشکلی نداره و شما میتونید استفاده بکنید. امکان داره یک بار دیگه اون مسیر رو طی میکنید که من دوباره ببینم اگه امکان داره؟ دستتون درد نکنه، تشکر. اون مسیر رو بذارید فکر کنم سوال یکی دیگه از عزیزانم بود، پس بذارید ما یک بار دیگه این مسیر رو وارد بشیم. پلی کلاسیک رو میزنیم، بقیه رو اگه امکان داره دست شما داره. بله بذارید من این رو. عذرخواهی میکنم آقای دکتر. بله بفرمایید. حالا که مجدد دارین مسیر رو حالا میکنید. بله اینم مسیر جدید شما. سوالتون رو صداتون بنده ندارم متاسفانه. آقای دکتر صدای بنده رو دارین؟ الان دارم، بفرمایید. اوکی، متشکرم از توضیحات کاملتون. فقط اونجوری که فهمیدم پاسخگویی هم که تنظیم کنیم که هر کس حالا سریعتر پاسخ داد امتیاز بیشتری بگیره، اینو من متوجه نشدم، چون یه قسمتی بود که محدوده زمان رو مشخص می‌کرد، ولی اینکه حالا امتیاز بیشتری به اون شخصی که سریعتر پاسخ میده بده یا اصلا این مهم نباشه برای اون، اصلا برای این سوال اهمیت نداشته باشیم، هر کس تو همون 20 ثانیه پاسخ داد یک امتیاز رو بگیره. این رو هم اگه محبت بفرمایید توضیح بدین متشکرم. بله بله. خب بذارید یک بار دیگه گفتم، اولا نشون بدیم که چطور ما میتونیم این خروجی ها رو بگیریم. ببین خروجی ها رو روی اون خود در واقع تستی که ساختید میزنید، اینجا این گوشه هست، اینجا میتونید در واقع به صورت ریپورتی که میخواید داشته باشید و این ریپورت رو شما اینجا ببینید، از این گوشه مثلا مال کلاس ببینید، از این گوشه مثلا مال کلاس لایو نمیدونم، این تاریخ رو اینجا سمت راست گوشهش که دارید میبینید میتونید اوپن بکنید، میتونید در واقع حتی همون کلاس رو میتونید دوباره پلی بکنید، میتونید دانلود بکنید. وقتی که دانلود میکنید اینجا میگه میتونید روی کامپیوترتون بزنید، ببین به صورت اکسل به شما میده و اینو میتونید سیو بکنید دیگه. پس همه چیز رو به شما این برنامه خواهد داد. بذارید ببینم که اکسل ما به چه شکلی، من میخوام ببینم که به چه شکلی. بله ببینید، آها ببینید، مثلا این خروجی اون کلاسه، اینه که با توسط چه کسی هاست شده، چند کی پلی شده، نمیدونم چند تا پلیر داشته و این که مثلا چند درصد درست جواب دادن، چند درصد درست جواب ندادن، ابرج در واقع میانگین امتیازهایی که گرفتن اینجا به شما میدن و خیلی دیگه. بعد اینجا مثلا دوباره هی به صورت تفکیکی برای هر شخصی آورده. بنابراین یک لرنینگ انالیتیک یا یک واکاوی یادگیری رو واقعا برای شما به عنوان یک معلم میتونه فراهم بکنه. و اینکه اون سوالها رو مثلا چطوری بود و این ثانیه رو چطور میتونستیم ما تنظیم بکنیم،
ببینید این فقط شما میتونید تنظیم بکنید. اگر واقعا زمان خیلی مهم نیست براتون، این رو زمانش رو مثلا بذارید بیشتر روی 240 ثانیه بکنید، دیگه در اون شرایط خب افراد مشکلی ندارن. ولی اینکه کلن ثانیه رو بردارید، نه نمیشه چنین چیزی رو. باید به هر حال یک محدودیتی باشه برای هر سوالی. نه نه آقای دکتر، صدای بنده رو دارین؟ بله بله. عذرخواهی میکنم، من شرمنده شدم. ببینید هر فصل امتیاز رو بیشتر میگیره. من میخوام این آیتم رو بردارم، اصلا مهم نباشه که این کسی که چه سریعتر پاسخ بده، چه از کل 30 ثانیه خودش استفاده کنه و پاسخ بده، یک امتیاز رو بگیره. این رو میخوام ببینم چطور باید تنظیمش کنیم. خب نداره این رو. پس چطوری بیشتری میگیره؟ یعنی نامه هستش و کارش نمیشه؟ ببینید شما مثلا 60 ثانیه وقت دادید به این، ببین هدف این برنامه هم همینه، شما 60 ثانیه بهش وقت دادید، ولی میگید هر که تو این 60 ثانیه زودتر جواب بده، زودتر جواب درست رو بده، امتیاز بیشتری میگیره. این عملکردش به این صورت. اون چیزی که شما میگید حالا وقت مهم نباشه و هر کسی توی این 60 ثانیه هر ثانیه‌ایش جواب درست رو داد، امتیاز برابر بگیره با اون کسی که جواب زودتر رو داده، اون رو در واقع نداره این. حالا شاید ورژن پولیش داشته باشه، ولی ورژن مجانیش این رو نداره. بله متشکرم آقای دکتر، مرسی. پولیش داشته باشه، ولی ورژن مجانیش این رو نداره. بله متشکرم آقای دکتر، مرسی. ولی حالا اگر خیلی برای شما مهمه که مثلا کیا جواب درست رو زدن، توی خروجی، جناب یکی از عزیزان اینجا اشاره کردن توی محیط چت، توی خروجی شما به هر حال میتونید ببینید دیگه. خب آقای دکتر جسارتا یه سوال میشه بکنم؟ بفرمایید. اگر که ما تصمیم بگیریم که، البته متوجه هستم که این نرم افزار هدف اصلیش تعاملی کردن کلاس و جذاب کردنش، ولی فرض کنید که بخوایم باهاش آزمون اجرا بکنیم، یه دانشجویی حالا سرعت عملش بیشتره یا دانشش بیشتره سریعتر جواب میده و ما سوالا رو روی یک دقیقه فرض کنید ست کردیم، باید صبر کنه تا استاد سوال بعدی رو نشون بده و اون بتونه جواب بده، یعنی همه با هم باید پیچ برن، درست میگم؟ آها ببینید اینم سوال خیلی خوب و سوال خیلی مهمیه. من اونجا یه جایی به شما بود که گفتم در واقع میتونید این رو به صورت این که معلم فرض کنید ما میخوایم این رو مثلا اجرا بکنیم، خب این رو واسه میخوام اجرا بکنیم، پلیش بکنیم، اینجا ببینید شما میتونید انتخاب بکنید که آیا بر اساس سرعت خود یادگیرندگان جلو بره یا اینکه نه معلم کنترل بکنه که بگه آقا تا همه جواب ندن ما نمیتونیم بریم. اگر شما اون براتون مهمه که هر کسی بر مبنای سرعت خودش جلو بره، این گزینه رو انتخاب میکنید و در واقع اساین میکنید و مثلا میتونید بگید که از در این تاریخ از ساعت مثلا 12 هر سوالش رو مثلا میتونید کوشن تایمر بذارید که چقدر جواب داده، و این هم در واقع خیلی چیز خوبیه که میتونید برای اون هدفی که شما مد نظرتون هست استفاده بکنید. بنابراین اگر خواستید که بر اساس سرعت خود فراگیران این سوالاتتون رو بپرسید، این گزینه رو انتخاب کنید و از این گزینه استفاده میکنید. خیلی ممنون، خیلی راهنمایی خوبی بود، منتها اگر از این گزینه استفاده کنیم دیگه بحث آنلاین بودنش، یعنی در واقع سینکرونایز بودنش مهم نیست، اینا میتونن هر کسی اون دیزاینی که ما مشخص کردیم وارد بشه و آزمونش رو بده، درسته؟ حتما، همینطور که خدمتون عرض کردم این برای زمانی که شما به صورت آفلاین معمولا استفاده میکنید از این قضیه. و عذرخواهی میکنم یه سوال دیگه هم دارم جسارتا، اون ابتدا که شما داشتین این تست برای همین ورکشاپ رو امتحان میکردید،
یه پیجی آورد که اسامی پلیرها رو مینوشت. اون چجوری میاد؟ برای استاد فقط میاد؟ اسامی پلیرها فقط برای استاد میاد و اون صفحه استاد، بله صفحه معلم. اون زمانیه که شما به فراگیرانتون میگید وارد این سایت بشید و هر کسی که وارد اون سایت میشه و کد رو میزنه اون در واقع اسمش میاد روی اون صفحه. خب بعد یه بعدش یه صفحه دیگه نشون دادید که مثلا علی رنگ اول بود، رضا رنگ دوم بود، اون سه تا چهار نفر اول. این الان همین جاست دیگه. ببینید شما سوال ها رو که اجرا میکنید بعد از هر سوالی بر مبنای رنگی که افراد گرفتن این در واقع نشون داده خواهد شد. و حتی مثلا اینجا ما فرض کنیم میخوایم کویز رو تموم بکنیم، یا میتونیم بریم سوال بعدی. خب این سوال بعدیه، یا میتونیم مثلا کویز رو تموم بکنیم. وقتی شما کویز رو تموم میکنید رنگ نهایی در واقع افرادم نشون داده خواهد شد. معنیش چی بود؟ اون اعداد خیلی رنگ داشت با هم فرق کرد، 1800 و اینا. بذارید پس ما چیز بکنیم، بذارید این جواب بدن تا بگم که اونها رو اونجا رو اگه یادت باشه ببین این هر سوال درست رو 1000 امتیاز داره. خب که معمولا 800 امتیازش برای بذارید اینجا ما حالا بیاریم 800 امتیازش برای جواب درسته که شما مثلا از جواب درست بدید 60 ثانیه وقت دارید. خب هر کسی جواب بده جواب درست رو بده 800 امتیاز رو میگیره، 200 امتیازش برای سرعت عمل افراد هست. خب مثلا اینا احتمالا این سه سوال بوده، جناب هلالی دو تا سوالش رو جواب درست داده اینجا، یعنی دوتا تقریبا 800 امتیاز گرفته. هر سوالی 1000 تا امتیاز داره دیگه، 800 تاش برای جواب درسته، 200 تاش برای سرعت عمله. و اینو توی ورژنی که مجانی نیست میتونید تنظیم بکنید که مثلا چند امتیاز داشته باشه هر سوال دقیقا. الان میتونید تنظیم بکنید که 1000 تا داشته باشه، 2000 تا داشته باشه، یا صفر. ولی توی ورژن غیر پولیش میتونید رنجی که واقعا خودتون مد نظرتونه مثلا بگید 20 تا، در واقع هر سوالی 20 تا امتیاز داشته باشه، از این 20 تا میتونی مثلا درصد بگید 19 تاش مثلا برای جواب درست، یکیش برای سرعت عمل، یا میتونی اصلا همه 20 تاشو بدی برای جواب درست، سرعت عمل مهم نباشه، اون چیزی که در واقع سوال بقیه عزیزانم بود. بنابراین یه خورده این رنج ها فرق میکنه، ولی برای ورژن پولیش هر سوال 1000 تا امتیاز داره. من روی این تنظیم کردم و تو این 1000 تا 800 تاش جواب درست، 200 تاش سرعت عمل. خیلی عالی، خیلی ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. سوال دیگه عزیزان، سوال دیگه هست عزیزان؟ سرکار خانم حبیبی دستش بالاست ولی خب سوالش پرسید فکر میکنم. به نظر میاد دیگه سوال دیگه ای نباشه. احتمالا سرکار خانم الهام به این صورت باید باشه که در ورژن آفلاین احتمال زیاد دانشجو میتونه در واقع سوالها رو هم در صفحه داشته باشه. ممنونم خانم محمد آبادی، کریسمس بر همه عزیزان مبارک باشه. و اینکه امیدوارم این برنامه ها مفید بوده باشه برای همه عزیزان و بتونن به نحوی اون رو در کلاسشون اجرا بکنن. ما تمام تلاشمون هست، اگر کارگاه ویژه ای هم سراغ دارید و دوست دارید این کارگاه برگزار بشه لطفاً از پیج ما به پیج ما اطلاع بدید. کارگاه ویژه ای هم سراغ دارید و دوست دارید این کارگاه برگزار بشه لطفاً از پیج ما به پیج ما اطلاع بدید. ما سعی میکنیم که حتما در واقع اون ورکشاپ ها و وبینار هایی رو که شما میخواید اجرا بکنیم و
خیلی ممنون میشیم اگر عزیزان این پیج ما هم به بقیه دوستانشون معرفی بکنن. واقعا چیز زیادی شاید ما از این درخواست نمیکنیم، کاری که میکنیم اینه که فقط این پیج رو معرفی بکنه، شاید بشه کمکی کرد به یکی از عزیزانی که طالب در واقع یادگیری است. ما هم خودمون یاد میگیریم از بقیه، ولی هدف اینه که در واقع این دانش ها رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم. و شما هم کاری که من از شما میخوام اینه که فقط لطفاً اگر ممکنه حتما این پیج رو، پیج اکادمیک اسکیلز رو، چه توی تلگرام چه توی اینستاگرام با بقیه عزیزان به اشتراک بگذارید که انشالله بتونن در واقع استفاده بکنن. به هر حال خیلی ممنونم از اینکه زحمت کشیدید و تشریف آوردید. مثل اینکه یک سوال دیگه هم هست اینجا. بله بفرمایید خانم حبیبی عزیز. آقای دکتر ببخشید فکرم یادتون رفت دوباره میخواستیم مراحل توضیح بدین از قسمت پلی به بعد. آها از قسمت پلی به بعد. یادتون رفت ببخشید، من دوباره یادآوری کردم ببخشید. خواهش میکنم. خب این پلی بعد این رو ما میزنیم، این رو بعد از پلی رو که زدیم این مرحله هست دیگه. اینجا انتخاب میکنیم که در واقع چه آیتم هایی رو ما اینجا آن بکنیم، چه آیتم ها رو آن نکنیم. و وقتی که این کار رو کردیم اینجا روی گزینه کلاسیک که بزنیم اینجا یک پین رو میسازه و این پین چیزی که شما فقط باید فراگیرانتون بدید. و وقتی که این پین رو زدن وارد شدن دیگه بقیهش هم که میشه مثل همون صفحه‌ای که ما الان توش هستیم. این هم از در واقع نحوه مراحل این کار. خب عزیزان یک بار دیگه تشکر میکنم ازتون و امیدوارم که این برنامه مفید بوده باشه. کریسمس هم مبارک به همه عزیزان. انشالله شب عید خودمون بیشتر خوش میگذره، دیگه این کرونا هم از میون ما بره، یه خورده ما بتونیم نفس بکشیم. و باز هم عزیزان تاکید دارم اگر لطفاً در واقع از کارهایی که ما توی پیجمون انجام بدیم خوشتون میاد، دوست دارید، اگر دوست دارید لطفاً اون رو هم به بقیه معرفی بکنید و ما دارید اگر دوست دارید لطفاً اون رو هم به بقیه معرفی بکنید و ما خیلی ممنون خواهیم شد اگر شما این کار رو بکنید. و انشالله که همگی در صحت و سلامت کامل باشید، شاد و تندرست باشید.